داشتن من و اونها، فقط داریم میریم بالا. دعا کن که خدا باشه باش، حرفا دارم حالا. ماما نیستی نمیبینی، پر از دختر شده راها، همه هم سن نیکاها، همه هم سن اسراها. من از با تو نترسیدم، فقط ترس من از اینه که بعد مرگ ببینم که خداشونم دروغینه. همه چی رو بهش میگم، دعا کن که خدا باشه اگر که معرفت داره. باید خون خواه محساشه. همه پیرن، چه تو مردا چه تو زنها، جووناشون فقط ما ایم و دخترهای افغانها. چه دخترهای نازیو زدن، داغونشون کردن، هزاران دختر افغان و سنگ بارونشون کردن. بهش میگم نبودی تا بذارم سر تو آغوشت، همونها که منو کشتن نماز خوندن در گوشت. چیا گفتن که یادت رفت منو وقتی که جون دادم؟ خدا باید بدونه من واسه آزادی خون. مامان جون عشقاتو پاک کن، یه کرد که عشق نمیریزه. خودت گفتی که ما کوهیم و کوه هرگز نمیریزه. مامان جون عشقاتو پاک کن، ببین که یک جهان پاشد. نمیبینی با مرگ من حقیقت ها هویدا شد؟ من از با تو نترسیدم، فقط ترس من از اینه که بعد مرگ ببینم که خداشونم دروغینه. همه چی رو بهش میگم، دعا کن که خدا باشه اگر که معرفت داره. باید خواهم از فاشه. چقدر دلتنگت هم مادر، چقدر تو فکر چشماتم. میدونم عاشقم بودی بدون من خاک پاهاتم. مامان ایران دلم تنگه برای عطر آغوشت، فقط یک قول ازت میخوام، نشه یادم فراموش. درود گرم شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس، برنامه دیدگاه. این کارگردان برنامه ما به راستی یکی از چهره‌هایی است که با ذوق تمام هر هفته محبت میکنه و یک آهنگ تازه‌ای
و اثرگذاری در این برنامه در ابتدای برنامه قرار میده که من همیشه ازشون سپاسگزارم. شاید جوانان و مردان و زنان ایران چه تنها چهره هایی در دنیا باشن که این روزها ایران رو پر از درد کردن، درد از مرگ فرزند، درد از نشاندن گلوله بر بدنهای گرم و داغ آینده سازان میهن ما. و در دنیا کشوری نظیر ایران به راستی پیدا نمیشه. وقتی داشتم به تلویزیون پارس میامدم، یاد ده حال مادرانی افتادم که در ایران به دور از فرزندان ده حال جان را به جان آفرین تقدیم میکنن. این یکی از همکاران ما سرکار خانم مرجان نقوی در این هفته به دور از میهنش مادر خودش را دست داد و این روزها سخت در هر حال متعلم آشفت حاله. ما براشون آرزوی سلامتی میکنیم و تحمل چنین درد بزرگی. گفتم مادر در دنیا نمونه و نظیر نداره و دست داشتنش به راستی درد بزرگیست. امیدوارم که در حال این درد رو مرجان نقوی تحمل بکنه و فعالیت های خودش مثل همیشه در تلویزیون پارس دنبال کنه. بله، این از این لحظه عرض کردم با شما همراه هم سیاوش عبستای عزیز ما رو یاری میده و موج بزرگ مهاجرت پزشکان و پرستاران از ایران این روزها سوژه روز در ایران، در مملکت ما، در میهن ما. و به راستی مشخص نیست که آینده بیمارستان ها، آینده دردمندانی که به پرستار و پزشک نیاز دارن به کجا خواهد انجام. و جای شگفتی برای من است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا آقای جو بایدن همچنان در تلاشه که روابط خودشو با جمهوری اسلامی به حال عادی در بیاره و این تنش‌ها رو کمی فروکش بکنه. و چه بسا که در انتظار این هستن که جمهوری اسلامی و انتخابات امریکا هم به ایشون کمک بکنه. و این راه و روشیه که سالهاست در امریکا و ایران ادامه داره و جمهوری اسلامی نقش جالبی در نتیجه انتخابات امریکا داره. بله، ولی وزیر خارجه امریکا اعلان کرده تمامی تلاش های دولت بایدن کمک مالی که در حال به این حکومت میکنه به خاطر اینی که در حال این آزادسازی گروگان هایی که در ایران هست انجام بشه. 6 میلیارد دلار پول دولت امریکا در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته، آزاد کرده اون کره جنوبی رو و از طریق سوئیس این پول به ایران منتقل میشه و جمهوری اسلامی مسلما اون رو خرج گرفتاری های امروز در سوریه خواهد کرد. و خبرگزاری ها یک چنین گزارشی رو در این زمینه منتشر کردن. اما سناتورهای امریکایی سخت عصبانی هستند از اینکه آقای بایدن یک چنین سرمایه‌ای رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده و این حکومت رو به این طریق یاری میده. به هر حال به سال روز سازمان ملل متحد رسیدیم و در این سال روز همباره
رؤسای جمهور جمهوری اسلامی هم خودشون رو به نیویورک میرسونن و در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکنن. امسال نیز در چنین روزی قرار این جانی معروف رئیس جمهور فعلی رئیس ابراهیم رئیسی به نیویورک بیاد و در حال به عنوان نماینده کشور ایران در اونجا سخنرانی بکنه در نیویورک و ضرورت داره که از هم اکنون به ویژه ایرانیانی که در نیویورک به سر میبرند تدارک تظاهرات گسترده‌ای رو علیه رئیسی برپا دارن و شعارهای در حال ضد رژیم اسلامی رو اونجا در حال منتشر بکنن و در اختیار رسانه‌های امریکایی قرار بدن تا مردم دنیا متوجه بشن که ایرانی‌ها در چه شرایط سختی هستند و این دولت در حال دموکرات امریکا تا چه حدی این حکومت ظالم رو که مرتب جان جوانان ما رو میگیره و هم اکنون تدارک یک یورشی رو به دیده برای اینکه قرار جوانان ایرانی در سال روز مرگ مهسا دست به تظاهرات گسترده‌ای در سراسر ایران بزنن، این تدارک رو دیده و در اونجا سخنرانی بکنه این رئیسی. و باید وظیفه داریم ایرانی هایی که در اونجا هستن شعارهای ضد رژیم رو در اختیار در حال مردم امریکا در اختیار مردم جهان و رسانه‌های امریکایی قرار بدن که همه بدونن مردم ایران تحت حکومت دموکرات‌ها در امریکا در چه شرایط سختی زندگی میکنن و کسی به داد اونها نمیرسه. بعد این حکومت ایران عرض کردم که خودش برای این تظاهرات آماده میکنه، برای این سخنرانی آماده میکنه، مردم ایران هم برای تظاهرات آب رژیم هم در حال با وجود اینکه رئیسی میره اونجا دلنگران تظاهرات مردم ایرانه، ولی در چه شرایطی؟ در شرایطی که در خبرها هست که بودجه سرکوب مردم رو جمهوری اسلامی بار دیگه افزایش داده، برای اینکه قراره اگر تظاهراتی در سال روز مرگ مهسا انجام بشه این مامورین امنیتی و قوه قضاییه در حال دارای شرایطی باشن که بتونن مبارزه بکنن و جلوگیری بکنن از چنین تظاهراتی و با مردم ایران در حال خودشون به این نحو همچنان درگیر نگه دارن. و این بودجه ای که در حال در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده از طریق کره شمالی و به سوئیس دادن که به بنا بدن، این خودش در حال رژیم رو دارای یک وضعیت و مالی تازه ای میکنه. سازمان عفو بین‌المللی گزارش داده که در حال رژیم اسلامی سرگرم تخریب گورستان ها در ایران است. چهره های معروفی که مردم به دیدار این در حال سنگ های قبرها میرن و در اونجا فاتحه میخونن، اینا رو هر سنگا رو از اونجا میکنن و به دور میندازن تا شرایطی به وجود نیاد و حتی پاره‌ای از خانواده ها برای خودشون در همون گورستان یک وضعیتی به وجود میارن که بتونن به مردم حالی بکنن که اینجا جایگاه کدام جوان کشته شده است. ولی تخریب مزار گورستان ها که به دور به دنبال این تخریب در حال قبر مهسا امینی انجام شده همچنان در ایران ادامه داره و مرتب
خانواده ها شکایت و گله دارن که ده ها قبر عزیزانشون رو جمهوری اسلامی تخریب کرد. آقای سیاوش عبستار رو لطفاً به ما ارتباط بدیم، ببینیم که در اون گرمای شدید پاریس که در حال همه به قول معروف دارن لح لح میزنن و وضع بسیار بدی در زندگی دارن، همه جای دنیا البته گرما به اون شدت، خود همین لس آنجلس هم ما هفته گذشته دارای یک چنین شرایطی که شما الان در پاریس داشتیم و گرمای بسیار شدید و بدی بود که به دنبالش سیل و باران شدید و اینا اومد که زندگی ها رو یکی دو روزی در اینجا ملتهب کرده بود. درود گرم به شما آقای سیاوش عبستای عزیز در اون گرمای جانفضا و طاقت فرسای پاریس. درود بر شما استاد شرفشاهی، عرضتون خوش در لس آنجلس و اینجا شب هست، 11 شب پاسی گذشته. درود برام به برادر مهندس امیر شجره، کارگردان برنامه های شهرتی و همه مهمانگرانی که نشستن و ما رو میبینن. ابتدای برنامه همونطور که شما گفتید مهمانگر آقای شهرتی ترانه بسیار زیبایی که مامان کشتن که تازه ترین کار مژگان عزیز هست، مژگان عظیمی، مژگان آریایی زاده مشهد از تبار افغانستان شهر هرات، و این دختر واقعا یک تحولی استاد شرفشاهی در موسیقی آریایی و پارسی به وجود آورد، به خاطر اینکه از هنگامه ای که اومد و شروع کرد به خوندن ترانه هایی رو خوند که دقیقا زد تو قلب دین تازی، زد تو قلب کتاب تازی. این شاهکارش رو فرشید شهرام را من میخوام ازش سپاسگزاری بکنم و هومن عزیزم که در ترانه و تنظیم و موسیقی این آهنگ فعالیت داشتن و دیگر کارهای نازنین مژگان رو تهیه میکنن. این پیش از این استاد شرفشاهی خواننده های پارسی زبان ما بسیار از ترانه های مسعود سپند خونده بودن، شاهرخ عزیزم ترانه های بسیار خوب و شورشی خونده بود، واقعا حتی اون مسجد نرفتنش اصلا سانسور کردن، همینجا هم پخش نکردن سالها. یا سرکار خانم همیرای عزیزم کارهای خیلی خوبی در این زمینه انجام داده بودن، ترانه های خوبی جهانخاران و یا بهار بهار است رو که ترانه مسعود امینی بود اجرا کرده بودن که واقعا در زمان خودش بسیار خوب و زیبا و نوپرداز بود. اما این گامی که مژگان برداشت، مژگان نامش عایشه بوده، نام شناسنامه و نام مژگان رو برای خودش انتخاب میکنه، مژگان عظیمی که از این بسن میشه مژگان آریایی، و این کار واقعا استاد شرف شدی هر کس این کار رو گوش کرده گریه کرد، مامان کشتن، مامان کشتن. و چه زیبا ترسیم میکنه استاد شرفشاهی این مسئله خرافات دین تازی رو که واقعا با این ترانه دیگه فاتحه دین تازی رو باید خوند. ما واقعا سپاسگزار هستم، سپاسگزار گل آزین عزیزم، گل آزین در همین راستا کار کرده، تلاش کرده، سرکار خانم پارسا، افشین فروتن عزیزمون که پیش از همه اینها ترانه های شورشی و نبرد ترانه با این دین تازی رو دنبال کرد، گروه بازگرد عزیزم، گروه هلیکوپتر. و خوشخبری دیگه این که برای آقای شهرتی و همه که چند تا هفته دیگه آماده بشه یه کار جدید معین انجام داده، این کار معین هم میاد تو همین مایه ها میره و معین هم واقعا سنت شکنی کرده. من دیگر بار میخوام از همه هنرمندانم، هنرمندان عزیزمون بخواهم که تو این مایه بسرایید و خواننده ها تو این مایه بخونن. روسری سوزان هنوز غایبه در این نبرد ترانه، روسری سوزانی که بچه ها روسری خودشون رو سوزندن و بعد کشته شدن، هم عکس هاشو سانسور کردن
و هم سخن و فریادشو، این فریاد روزانه گردآفرین های شجاع ایرانی در داخل کشور. استاد شرفشاهی، شما به عنوان یک روزنامه‌نگار برجسته که سالیان سال روزنامه منتشر میکنید و برنامه تلویزیون دارید و همه خبر از روز میرسه دستتون و امیر شهرتی بهتون میده، خلاصه با خبر هستید که هر ثانیه در ایران درگیری آریایی ها با تازی ها هست. این سوسک سیاه های لچک به سری یا ریشو های الدنگی که میان مزاحم بچه های ما میشن و مردم اینها رو کتک میزنن. نکته که اگر پروانه بدید استاد شرفشاهی امشب میخوام دیگر بار تاکید بکنم اون اینه. ببینید تمام این باند گشت ارشاد که الان دیگه واقعا آتش به اختیار شده و واقعا خود این نظام پلید اومده میگه که آقا ما نیستیم پشت این قضیه. یعنی چی؟ یعنی آتش به اختیار ها هستن. آتش به اختیار ها یعنی همونهایی که خامنه‌ای بهشون فرمان داد. خامنه‌ای که من بهتون بگم، حالا یک خبر دارم امشب بگم، میگه این اصلا زاده این روسیه، خودش متولد نجف هست. اینم بگم امشب که خاطرتون دیگه جمع بشه که بدونید بیگانه در ایران داره حکومت میکنه و اینها اصلا دلشون برای ملت و مردم و میهن و تاریخ ما نسوخته. چه افغانی هستی چه ایرانی هستی، این رو بدون، اسلام برای نابودی تو اومد. استاد شرفشاهی، یک روایت کوتاه از تاریخ بگم دیگه، چون اینایی که من میگم به خاطر اینکه ما سالهاست گفتیم ولی روز به روز در داخل خود ایران بچه های حزب اللهی دیروز، ریشوهای دیروز که ریشو میتراشن و روزخونها، مدعاهان، خود اونها میان اینها رو میگن و تایید میکنن. استاد شرفشاهی، 100 سال پیش از اینکه محمد اسلام رو بیاره، بنی هاشم میشه یه حزب و تشکیلات که توسط روم در برابر بنی امیه که بعد اینو دو تا پسر مو هستن آفریده میشه و بعد فرماندهی و بزرگواری به خودشون گفتن سیادت. سیادت کعبه رو که یک دکان پردرآمد بوده کعبه اون موقع، الان هم پردرآمده ولی اون موقع چون تنها منطقه‌ای بوده که توش بتار نگه می‌داشتن جایگاه و منطقه‌ای بوده که آب داشته، سقایت مکه خیلی وارد شده، یک ثروت بوده. این ثروت رو روم، چون همیشه روم و ایران در منطقه یمن و عربستان سعودی اینها حضور داشتن. فیلمی منتشر شده که من این رو چند سال پیش نشون دادم تو برنامه خودمون، الان هم هست، بزن بارها اینجا به خدمت شما گفتم ولی تکرار اینجا نداره، فن دومان، آخر زمان، حتی به عربی هم بزنید آخر زمان. زمان این فیلم 1.5 ساعت استاد شرفشاهی امریکایی ها ساختن که میگن با ماهواره فیلم برداری کرده ناسا و تاریخ 7000 ساله رو در زیر خاک عربستان سعودی گرفته تا تاجیکستان که اسرائیل نمشان در بود. خب پس ایران که اونجا بوده استاد شرفشاهی، خب روم هم بوده، روم در رقابت با ایران میاد این پابرهنه های عرب که بنی هاشم بودن رو در برابر سرمایه‌داری و بورژوازی عرب که بنی امیه بودن تقویت میکنه، درست مثل همین کاری که الان میکنن، کردن خمینی را آوردن، طالبان را آوردن، یه کپیه، یعنی نظم نوین جهانی مال امروز و دیروز و فردا نیست، کار 4000 ساله تاریخی است. هی برنامه‌شون رو تکرار میکنن چون به قول فرانسویا میگن سمخش بیان، یعنی خوب کار میکنه. بازدهیش رو عموی پدر بزرگ محمد بنی هاشم که میشه پایه‌گذار همین حزب بنی هاشم نیست، اینا یه حزب استاد شرفیه، چون حزبن و تشکیلاتی کار میکنن و پول قدرتمند در اختیار دارن. الان شما ببینید 14 قرن تو کوچه، تو خیابون، تو افغانستان، سرزمین آریایی، بودا رو منفجر میکنن، چه میکنن دخترای مثل این ترانه ای رو که فرشید نوشته و مجگان میکنه استاد، قصه 1400 ساله ایران و افغانستان و مناطق سرزمین پارسیس آریایی، اینها دختران ناز و رعنای ما رو مثل همین نیکا، مثل محسا، مثل، چون الان سال روزش هم نزدیکه دارم میگم، چون آخرین برگ بچه ها باید بازی کنید، باید بازی کنید و برنده بشینید، تازی ها رو بیرون کنید. بعد 1400 سال بدونید که روم یعنی غرب، استاد شرفشاهی، اینی که شما همش میگید بایدن چه کرد اونچه، غرب
با اعراب بادیه نشین که الان بنی هاشمش تو ایران حاکمه، اینا از 1500 سال 100 سال پیش از اسلام شریک بود. به خاطر همینه که من همیشه گفتم بازم بیام، شما قرآن رو که با میکنید سوره روم داره، سوره روم 5 آیه نخستش رو که میخونید میبینید میگه محمد که از اینکه ایران پیروز شده بر روم ناراحته، میگه ترتیب شما میدین چی میده؟ میگه الله میاد ترتیب ایران رو میده همچین نابودش بکنه همچین که داره میکنه. خب مردم شما اینا رو باید بخونید دنبال کنید و بعد بیان توی خیابون از مردنم نترسید. امروز اگر فرمان بدید استاد شرف شهید من یکمی به شما گوش کنم، ولی بعد صحبت کنم روی همین مردن و روی همین خدا، خدایی که از کنم خدمتتون که گلازین میکنه و خدایی که باز دوباره همین موجودان در ترانه‌هاش میبره. این خدا خدای ایرانی الله نیست، الله نیست، الله بت بزرگ قریش بوده. خداوند ایرانی مثل زرتشت، پیام‌آوران ایران که اسمشون زرتشت است، اینا اصلا با این دکون دستگاهی که خدای اونجا نشسته همه چیز تو دست اختیارش میچرخونه درست میکنه فلان نیست. هستی و جهان یک بیگ بانگی شده، یک اتفاقاتی افتاده، این من انسان آزاد رها شدم، منم که میشم ایلون ماسک، منم که میشم استیو جابز، منم که آفرینندگی هایی میکنم که بسان آفرینندگی است که میگن خدا کرده. اصلا با اون مزخرفات الله که بخواد برای دو لاخ موی سر رو یک آستین کوتاه و یا یه فلان بعد بریم پیش شرفا تو سرزمین ما مارو قتل عام بکنن نیست. خداوند ایران خداوند عشق و مهر و دوستی است و صمیمیت، بدی نداره، کینه نداره، قصاب نیست، جبار نیست، ستمکار نیست، ظالم نیست، دست و پا قطع نمی کنه. خدای ایران اهورا مزد یعنی قدرتمند دانا، و این قدرتمند دانا اینو برای مردم هم میخواد، برای مردم هم اینو میخواد. من امروز استاد چرفشایی چون به یاد مژگان عزیزم، مژگان عظیمی آریایی، نمیدونم آقای شهرتی حتما میدونست این کاری کرد، امروز تولدش هم هست، امروز 31 ساله 32 ساله میشه، خواننده این ترانه بسیار زیبا مژگان عظیمی، مژگان آریایی، مژگان امروز 31 ساله میشه، تولدش هست. جهان آریایی به این دختر رعنای سرزمین آریا شاد باش میگه. من امروز یکی از رهبران بسیار بلندپایه افغانستان، از رفقای احمد شاه مسعود که من در هنگامه حیات احمد شاه مسعود توسط ایشون پیام رد و بدل می‌کردم با احمد شاه مسعود، امروز با هم در تماس بودیم، اینا ایشون من چون محبت داره می‌خواد محبت بکنه، یه ویدئوی فرستاد، دیدم یه دختر بسیار رعنای افغانستان داره میخونه، ولی یهو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد. من ناراحت شدم و بدون هیچ تعارفی گفتم عزیز من قربونت برم، من هفته پیشم گفتم که به احمد مسعود عزیزم گفتم، به همه مجاهدان میگم، به جبهه مقاومت میگم، این اسلامی که سر شما رو داره میبره، همون طالبان با همون بسم الله سر شما رو میبرن، با همون آیه قرآن سر شما رو میبرن، شما که تا این حد شجاعت مژگان یک دختر سرزمین خودتون رو ندارید چه ادعایی میتونید داشته باشید؟ باید رها کنید این تقلید و تقیه و این محافظه کاری ها رو، خوسته که الان شما در خارج از اونجا دارید زندگی میکنید. چون استاد شرفشایی نه تا وقتی که به دم به اسلام چسبیدن بعد از بدتر کارشون وضعشون خرابه. این تحولی که از سال پیش مهسای عزیزم به وجود آورد، که خود مهسا یک هنرمند بود، یک خواننده بود، یک رقصنده بود، واقعا هنرمند به تمام عیار بود، و تصمیم گرفت از کشور خارج بشه، این پدرسوخته پس از اینکه تفریح کرد در تهران و فامیلیش و اینا، بعد گرفتن اونجوری کشتنش و ندونستن که از اینها شقایقیم، ما آن شقایقیم که از دا میایم بیرون، از سنگ میایم بیرون. استاد شرفشایی بچه دیگری که کشتن این هم امشب بگم که تو تاریخ بمون، بارها گفتم توجه نمیشه، همه بچه هایی که کشتن چون در سالگرد انقلاب مهسا هست، همه رو نشون کرده بودن، از کیان 9 ساله گرفته تا نیکا شاکرمی تا سارینا، اینا نشون کرده بودن حرومزاده ها که در 40شون سال گذشته قربانی بدن به حسینشون. چرا نشون کرده بودن؟ ثابت میکنم براتون،
چون یک سری مسائل باز هر چی باشه خانواده های اینها عزیزان من در داخل میهن هستن، در داخل میهن نقد به اسلام صحبت کردن رو اونها خیلی سخت و دشوار و خطرناکه. ولی من میگم به شما کیان عزیزم، شما الان صدها فیلم، واقعا بیش از 100 تا فیلم از کیان پیر فلک، این پیام آور 9 ساله مثل زرتشت، خدا نفرستادش، خودش برخواست شد پیامبر آزادی بود. کیان استاد چرفشایی تو مدرسهش از 6 سالگی خردمند و دانا و خلاق و آفریننده بوده و همیشه دین رو مسخره میکرده، در سر کلاسش دین رو مسخره میکرده، همین بچه های کلاسش میدونستن دشمنی ویژه‌ی حزب اللهی با خانواده پیر فلک داشتن، با خانواده پیر فلک داشته. وقتی این بچه 9 ساله کلاه سرش میذاره، فروهر اوستاد اینا رو میذاره، این بچه ریشه‌ای انسان آزادی و پیام‌آور رهایی بود. این رو نشون میکنن به خاطر همین چون ماشین با باباش میزنن این طفلی بچه رو میکشن و باباش زخمی میشه و مادرش غیره. نیکا شاکرمی استاد چرفشایی دوربینای خودشون میگه، دوربینای خودشون میگه، چون از مدت‌ها قبل خواننده بوده، میخونده، از خواننده‌های زیرزمینی ایران بوده، هنرمند بوده، فیلماش منتشر شد، همه دیدن، نشون کردن، زدن، کشتن. سارینا همینطور، بچه دیگه که شما کاراشون می‌بینید، هر کدوم اینا الان هزاران شدن، هر کدومشون اینا اومدن اینا رو بزنن، تقدیم کنن به اربعینشون و به حسینشون و به اینا، چون اربعین بود پارسال، مثل الان امسال ماه محرم بود، این همون که بچهای ما رو از دانشجوها رو پرت کردن، گفتن یا حسینی نماد تو با بسم الله میکشن با از اون فلان با این بچه ها هم قربانی کردن. ولی این بار استاد چرفشایی به برکت پشتیبانی جهانی این رو من میخوام دیگر بار تاکید کنم. ببینید مردم ایران، جهانخواران رو ما با ایشون در جنگیم، ولی توی جهانخواران همیشه بهتون گفتم یه آدمای درست حسابی پیدا میشه، آدم های درستایی پیدا میشه که شما میتونید دم اینا رو ببینید، آقا چاکری مخزن تو کتاب من رو خوندی، به من اعتقاد داری، به من باور داری، بیا پشتی جنبش، بیا پشتی جریان، پولم از شما نمیخواین، پولای بلوکه شده خود ایران رو توی این قضا میلیارد ها دلار ما پول توی ایران توی آمریکا بلوکه داریم، هایش حرفه این پیروز میشه این دفعه. و خوشبختانه اومدن پشت این قضیه بخشی اونایی که ایران رو دوست دارن، ما ایران دوست زیاد داریم آقای شرفشایی، این دیگه الان شما بهتر میدونید که آدیداس آرمی که گرفته از کفشای هخامنشیانه، که سردر سازمان ملل سعدی است و لوحه حقوق بشر کوروش شو، و شما بهتر از هر کسی میدونید که کوروش برای یهودیان جهان یه پیام‌آور آرامگاه مردخواه اینا تو ایران، جهانخوار یعنی سرمایه‌دار جهانی، سرمایه‌دار ما داریم که دلشون میخواد عظمت و شوکت ایران آریایی پیدا بشه، کم ببریم، ولی بقیه اگر سرمایه‌داران و جهانخواران روس و انگلیس و بخشهایی از امریکا چه هستن با بخشهای دیگه که ما، خب اینا اومدن یک سال پشت این قضیه گذاشتن، مردم شما نمیدونه چند میلیارد دلار اینجا هزینه شد، شما عقب کشیدید. الان استاد چرفشایی رو باید هر روز بگیم برگ تازه ماد شده. برگ تازه چیه؟ برگ تازه اینه که از درون خود رژیم میان دیگه الان اعتراف میکنن، انتقاد میکنن، میزنن، میکشن از درون. شما فکر کردین این همه فیلم های لواته این حرومزاده ها که داره منتشر میشه استاد چرفشایی؟ من راک میگم امشب این فیلم ها رو فکر کردین خود یارو که داره باش لوات میکنه فیلم دورمین میذاره فیلم میگیره؟ یا کی دسترسی داره به جایگاه و خوابگاه های رهبران نظام که از اینا فیلم بگیر؟ از همه شون هم فیلم دارن. من در رابطه با محسن اژه‌ای به شما عرض کردم دو هفته پیش، الان از دو روز در آمده محسن اژه‌ای هم پرونده که داره از این بدتر، و اصلا گفتن که با صدام حسین کار میکرده. حالا صدام حسین هم که با اینا کار میکردن، اینا با صدام حسین اطلاعاتی میدادن، امشب یه سند مهم داریم، مردم گوش کنید. آقای شرفشایی اول برنامه گفتم اون سندی که میخوایم نشون بدیم امشب یک ویدیو است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی است، خودش میاد میگه آقا رفسنجانی رو من رفتم به شورای نگهبان گفتم این نباید بیاد رئیس جمهور بشه، شورای نگهبان گاب های شورای نگهبان گوش کنین داره میگه که شما شلغم مسترا هم نیستید، میگه من دو صفحه نوشتم دادم، من تحلیل کردم گفتم راشمی نباید باشه و هاشمی نبود و بعدم زدن کشتش، بعد میگه برای کشتن هم میگه رفسنجانی که پخی نبود که
ما بزرگتر از رفسنجانی ها رو زدیم قربانی کردیم برای نظام. گوش کنید مردم، خصوصا شما حزب الله یا آتش به اختیار، رهبرانتون، فرماندهان سپاهتون گوش کنید. پزشک خمینیشون به خود من پروفسور سیف الدین نبوی در این پاریس گفت نوارش هم هست، گفت آقا خمینی رو زدن کشتن. گفت من گفتم خمینی رو چیزیش قیچی نکنین، عملش نکنین، تا گفتم بکنین میمیره، کردن مرد. احمد خمینی شبی که کشته شد من با میبودی همون شب مصاحبه داشتم که ایرای تی وی رو برای اولین بار آورده بودم روی خط جهانی تلویزیون تو جهان پخش میشد. گفتم که ثابت کردیم همونجا که هم احمد خمینی رو کشتم، هم پزشکشو چالوانی رو کشتم، آخرین هاش هم که قاسم سلیمانی و دیگران. حالا اینو گوش کنید، اون آتش به اختیار و فرماندهایی که هنوز موندین از تازی ها پایی دیوانی پایی، همه شما رو اینا نابود بکنم به خاطری که خودشون بمونن، بنی هاشم 1500 سال پیش بمونه. این ببینیم استاد، در خدمت درست. شما عرض کنم که ببینید تو انتخابات ریاست جمهوری 92 خب ما یه سری جلساتی رو داشتیم، تو این جلسات بحثایی میشد که کف خیابون وضعیت چیه. بالاخره در یه جلسه گزارشی داده شد، توسط خود منم دادم گزارش رو دادم که خدمت شما عرض کنم که بر اساس گزارشاتی که ما داریم تو این انتخابات آقای هاشمی رای میار و کف خیابون. حالا یه عزیزی هم تو اون جلسه گفت آخه یعنی چی، یعنی مثلا بچه حزب الله یا مثلا میذارن این اتفاق بیفته و اینا. گفتم من بحث بچه حزب الله نه، من دارم کف خیابون جامعه رو میگن بر اساس اطلاعاتم، چون من هر جام بودم تا حالا با همیشه بر اساس کف خیابون حرف میزنم، یعنی باید اطلاعاتمون اینجوری باشه. بعد خدمت شما عرض کنم من اقدامی که کردم این بود که اومدم هزینه فایده تایید صلاحیت و رد صلاحیت ایشون رو نشستم تو دو صفحه نوشتم که منم بر اساس نظامم این کارو کردم. ببینید من هزینه فایده تایید و رد صلاحیت ایشون رو بر اساس حفظ نظام نوشتم، نه چیز دیگر. وقتی نوشتم ایشون تایید بشه برای نظام این فواید رو داره، این هزینه ها رو داره، رد صلاحیت بشه برای نظام این فواید رو داره، این هزینه ها رو داره. بعدم جنبندی کردم که با توجه به موقعیت نظام و مسائلی که وجود داره ایشون به مصلحت نظام رد صلاحیت بشه. دلایل رد صلاحیت هم آورده. یعنی شما رد صلاحیت آقای مرحوم هاشمی رفسنجانی رو تأکید کردید؟ بله، من بر اساس عرض کردم همون هزینه فایده. جلسه شورای نگهبان هم من رفتم تو جلسه شورای نگهبان و خدمت شما عرض کنم که اونجا دقیقاً اون چه رو به جنبندی رسیده بودم همه رو براشون خوندم. خب فقهای شورای نگهبان و حقوقدانای شورای نگهبان هر چه تو ذهنشون گشتن که یه انقلتی به مجموعه من بیارن که مثلا اینجاش قابل قبول نیست، نتونستم. و خدا رحمت کنه، حالا بعضی از اون اعزه فوت کردن، آقای آیت الله مؤمن بودن، آیت الله هاشمی شاهرودی بودن، آیت الله یزدی بودن، اینا فقهای شورای نگهبان بودن. این عزیزان همشون گفتن هیچ جای چیز برای ما نموند، یعنی چیزی که مثلا انقرض بتونیم بگیم. فقط یکی از حقوقدانهای خدمت شما عرض کنم شورای نگهبان یه سوالی رو مطرح کرد در مورد اینکه خب ایشون مثلا چی گفتم. ببین من دارم نظامو میگم، من شخصو کار ندارم، این نظام خیلی گنده گنده ها فداش شدن، من شخصو نمیگم، من دارم میگم نظام حفظش این هزینه و این فایده رو داره. و دیگه حالا بعدم آقایون تصمیم گرفتن. شما عرض کنم که ببینید تو انتخابات ریاست جمهوری 92 خب ما یه سری جلساتی رو داشتیم، توی جلسات بحثی میشد که ما این رو کشتیم، بیش از اینم بیشتر از این رو زدیم کشتیم. اینا باید بعد این نظام بشن، بعد مثلا شورای نگهبان چیه کشک آقا رفته خودش یه نفر تصمیم گرفته. حالا یه عکسی هم استاد چاپ شده در تکمیل این قضیه هست، اون اینه که دو تا عکس داریم. اینه که میدونید هاشمی رفسنجانی تقریبا 20 جلد کتاب خاطرات خودش روزانه‌شو که نوشته بود بچه‌هاش منتشر کردن. توی این خاطراتش موارد بسیاری رو اشاره می‌کنه در رابطه با جنگ. همونی که ما گفتیم بارها شما فرمودید
در رابطه با جنگ میگه در جنگ شکست های زیادی که ما میخوردیم میدیدیم جاسوس های صدام اینجا نفوذ دارن. میگه جاسوس های صدام تو سپاه بودن و تو بسیج، اینا پروژه و برنامه ما رو منتقل میکردن. یکیش که خیلی جالبه که همین دست نوشته است که عکسشو دارید اگه گرفته باشن نشون بدین عکسشو، که یکیش خیلی جالبه، رفسنجانی میگه که به ما صدام حسین ما رو بمبارون میکرد، بعد ما میرفتیم برای بازدید جایی که بمبارون شده بودیم، همیشه میدیدیم یه سری بمب وقتی ریخته رو زمین توی ایران هیچ چاشنیاش برداشته نشده بوده و منفجر نشده. میگه ما فهمیدیم که یک تیمی از شیعیان عراقی هستن که توی ارتش عراق هستن که اینها هوای ما رو دارن، یعنی اینها یه تیم هستن و بمبایی که میریزن رو منفجر نمی کنن عمدن. میگه این رو ما مطرح کردیم توی هیئتی همون چون تو دولت و نظام ارتش. میگه تا ما این اومدیم مطرح کردیم تو جلسه، میگه فردا چند صد نفر رو صدام حسین گرفت اعدام کرد. یعنی میگه خبر ما رو اینجوری نمیبردن. خب کی میبرده؟ این آقای شمخانی، ما سندش برای شما بردیم. میبینید خاطرات هاشمی که از نفوذ صدها جاسوس صدام در سپاه نامون چه سانسور شده، از نوشته های هاشمی رفسنجانی استاد شرفی چندین کتابش اصلا جمع کردن و در چندین صفحاتی که یک مطالبی مهم اومده که اسم آورده، میگه آقای گروه المنصورون که مال همین محسن رضایی و شمخانی و یه گروه دیگه از عمرای و سردارای سپاه که الان پستای بالا دارن، میگه اینا اصلا صدام حسین درست کرده بود. المنصورون هم اسمشون بود عربی، از اهواز و خوزستان هم مبارزه مسلحانه رو شروع کردن، میخواستن ایران رو تجزیه کنن، خوزستان رو بگیرن. محمد رضا شاه اینا رو بازداشت کرد، ساواک یکی دو تاشون کشته شدن، بغیر بردن زندان بر کردن. بعد همینا تا همین الان، تا همین الان امنیت مملکت کتک زدن ما ایران الان نشد بر تو بچه‌ام. یکی از فرماندهای سپاه نگاه کنین اینجا هاشمی رفسنجانی میگه، بعد تو همین عکس، تو همین عکس هاشمی رفسنجانی دلیل کشتنش همین متنی که گوشی نوشته، میگه که آقا اطلاعات خصوصی ما رو که ما درباره نفوذی که در عراق داشتیم که بمب نمی‌ترکید تا ما گفتیم، تا هم که مطرح کردیم فردا همه اینا دستگیر شدن، صدام همه اینا رو قتل عام کرد. خب استاد شرفشاهی، این که تا همین الان یک فرمانده سپاه اومده باز گفته پریروز، میگه آقا ما نمیخوایم ایرانی رو بکشیم، ایرانی رو محمد رضا شاه اومد گفت آقا ایرانی مثل بچه خود منه، من بچه میگه نمیکشم، میگه ما نمیخوایم بکشیم. میگه خود این فرمانده سپاه میگه آقا، تو نشریات خود ایران هم منتشر شد در چرف شد، میگه که این شمخانی که حالا دیگه گذاشتنش کنار، میگه هر روز به من زنگ میزنه، به ما زنگ میزنه، خودش اگه نمیزنه رفقاش همو باند المنصورون دیگه، که آقا چرا نمیزنین، چرا نمیکشین، چرا تو خیابون مسئله ایجاد نمیکنید؟ برای همینی که بردن قانون حجاب رو تو مجلس دوباره به تصویب برسونن این مزخرفات. اینی که حیواناتی که اونجا نشستن همه بیگانه هستن به خود بیان، وگرنه همشونو خود اینا میکشن. و ما با توده کاری نداریم، ملت ایران با توده خر مقدس اگر مزاحم بچه‌هاش کار نداره، وگرنه حتی توده خالص سوسکا هم که میان مزاحم بچه‌ها میشن رو شما نگاه نکنید، پیر پاتال هر کی مزاحم بچه ها تو خیابون شد بزنید. بله، این ما میدونیم که یه خبرنگار خبرگزاری سپاه پاسداران تسلیم رو در افغانستان گرفتن، دستگیر کردن و الان سپاه در تلاشه که شاید بتونه اینو در اونجا آزاد بکنه، ولی این طالبان هم بالکل معامله نیست و اینا رو نگرش مرتب دارن یه انگیزه هایی ایجاد میکنن بین طالبان و افغانستان و ایران که یه مشکلات ایجاد بشه. ولی اینی که این خبری که در حال منتشر شده در این هفته که شروع کردن تمام سنگ قبرها رو دارن میکنن و عبه میبرن این ورمیرن، من اصلا موندم. من موقعی که جوان بچه سال بودیم تو خیابونا بازی میکردیم اینا، میگفتن مرده رو که دیدی هفت قدم پشتش را برو، اینو به ما مرتب میگفتن، ما هم نمیدونستیم که چی میگه، هفت قدم را میرفتیم. حالا این مرده ای که اینقدر احترام داشته الان همشونو سنگ قبرها رو داره خراب میکنن، این محمد فردین، احمد شاملو، ابراهیم یزدی، اینا همه رو ریختن. ولی حالا شروع کردن به 200 نفر از کشته شده های اخیر رو سنگ قبرهاشو دارن به هم میریزن.
خب من نمیدونم این اسلامی که شما میگفتین و ما هفت قدم پشت مرده را میرفتیم و اینقدر در اسلام مرده اهمیت داره بگم بهش احترام با بذارین، شما اصلا هیچ چیزی رو پابند در ایران نیستین، در حکومت نیستین. من نمیدونم اصلا اسم چی میخوام به خودتون بذارین. حکومت که این نیست که، حکومتی که به همش صحبت کشتن میکنه و بگیر و ببند و در حال الان یه بودجه اختصاص دادن که سال روز داره مهسا میشه به هجوم بیارن و همه رو مردم جوانا رو بکشن، بگیرن، بزنن، زندان کنن. یعنی هیچ چیزی این رژیم در زمینه انسانیت و آدمیت مطرح نکرده، نداره و دنبالش نمیره. همش صحبت تخریب. الان دیدم که عفو بین‌المللی گزارش داده که 200 نفر از کشته شدگان اخیر رو سنگ قبراشون همه رو برداشتن و ریختن، اینایی که در حال سنگاشو تخریب کردن همه‌شو از بین بردن. این انسانیتی که ما در دوران شاه به جوان و بچه ها و سال هم داشتن که آقا پشت مرده احترام داره با 7 قدم را برین، الان یه سنگ قبری رو اینا نمیذارن سر جاش ببونه و احترام مرده رو تا این حد نمیذارن، در حالی که همین اسلامشون میگن چقدر باید به مرده احترام گذاشت. و عرض کردم که دنبال 7 قدم هم وقتی دارن جنازه رو میبرن دنبالش برید. این رژیمیه که پابند هیچ چیزی نیست. من فقط میخواستم آقای، البته دیدم که این در حدود 100 شخصیت فرانسوی در زمینه آزادی 12 فعال زن که در ایران دستگیر کردن و در زندان هستن و همجور دارم یعنی یه بیانیه‌ای دادن، ولی خب اینا به این بیانیه‌ها اهمیت نمیدن، هر کار خودشونو میکنن. و این ابتدای برنامه هم از هموطنانم خواستم که این به زودی در ماه سپتامبر سازمان ملل سال روزشه، این یارو جانیه و دزده داره میره سخنرانی بکنه از جانب مردم ایران، اونجا جایگاهی که چه شخصیت های برجسته ایرانی سخنرانی میکردن، حالا نوبت این دزده و مفسدین و آدم کشا شده برن اونجا بشینن و صحبت بکنن و اینا را میدن. متاسفم که اصلا این پرونده این مردک رو در حقوق بشر سازمان ملل در زمینه جنایاتش هست، ولی این آدم رو میارم میشونم اونجا پشت سازمان ملل میگه آقا سخنرانی کن. آقا چه سخنرانی میتونه این بکنه؟ این مسخره ترین داستانیه که امروز در تاریخ زندگی ما ایرانی ها وجود داره، همینطور داره گردش میکنه و میگرد. بله آقای سیاوش. بله درست میگم استاد چرشایی، چون اشاره کردیم به افغانستان و بازداشت کس، من یه خبری با آقایتون برسولم، اون این که طالبان قول و قرارهایی داده بودن در خلیج فارس وقتی که ظریف باشون امضا کرد که اینا قدرت رو گرفتن، اینا همه اون نار که گذاشتن زیر پا هیچ بماند در رابطه با ایران و همسایگی و پاکستان، اینا بچه های خود افغانستان نیرو، اینا تعهد کرده بودن که هیچ کدوم از نیروهای افغانی رو اینا بازداشت نکنن، تیربارون نکنن، نکشن. برای همین اصلا خود غنی رو گذاشتن رفت با بقیه دیگه، با دلار هم رفت. حالا تازه ترین خبری که دارم، شوربختانه اینها الان شروع کردن به دستگیری و کشتن پلیس سابق افغانستان. تا حالا 200 نفر آمارش رسیده که بچه ها رو اعدام کردن، 200 نفر رو. و بعد از اون طرف جمهوری اسلامی هم توسط همین شمخانی، چون اینا عامل استعمار انستاد چرفشایی، عرض کردم بهتون ملت سر بلند ایران از مژگان آریایی یاد بگیر، از گلآذین یاد بگیر، ستم، بیرحمی، کشتار از 1400 سال پیش، از اون موقع ما رو تا حالا نابود کردن. 100 سال قبلش زمینی سازی کردن تا حزبشون رو ساختن ما رو داون کردن. برای همین استاد چرشایی، اینا دینشون وقتی که دین اسلام ساخته میشه برای قتل عام من، کجاش خوبه؟ چه چیزش خوبه؟ خوبیت نداره. وقتی که اینها تمام این 1400 سال ما رو قتل عام کردن، تو خونه خودمون اومدن، تو رخت خواب ما اومدن، ما رو کشتن. خب بیدار شید مردم، این آخرین شانس جهان با شما بود. الان پلیس ایرانی، پلیس شاهنشاهی، ارتش ایران، ارتش شاهنشاهی در داخل خود ایران، شهریاری من میگم، با شما ملت ایران هست.
بیان توی خیابون. من دیدم بعضی جا استاد مزاحم دختر مردم که میشن، مردم میرزن میزنن، بعضی جا دیدم بی غیرت ها وایستاده همینجور نگاه میکنن که بچه مردم رو دختر رو داره یارو کتک میزنه. اینه که این غیرت رو باید بیارین. حالا نشده میشم در مورد خدای ایرانی اینا صحبت کنم، بعدم نترسین از کتک خوردن و فلان. دادگاه هم که برید، ولی کلانتری که برید، کلانتری پلیس برای کسایی که مزاحمی به حجاب رو بگیرن بزنن، شما رو زندانی کسی نمیکنه. اینو نترسید، بزنیدشون، چون اینا احتیاج دارن. یک دو پیمانی که بستن با امریکا برای برجام تعهد دادن که مسئله حجاب آزاد بشه تو ایران. شما سر صدا کنید، داد را بیداد را بندازید، پولای میلیارد میلیارد که دارن بینا میدن رو جلوش میگیرن. این رژیم دست نشانده است، با دستور خارجی کار میکنه. بعد بسیار ممنون رسین استاد چرچه ای سوا بزار مرسی از کارگردان برنامه، مرسی از همه مهمان یارم. بسیار ممنون از شما، تا هفته آینده براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای سیاوش عبستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود، تا درود دیگر. مارکت دنیایی است از انواع میوه و سبزیجات تازه، لبنیات و خاروبار، گوشت و مرغ و ماهی برای همه سلیقه ها و ذائقه ها. کیو مارکت با قیمت های باور نکردنی همراه خانوادگی شماست. تلفن تماس 818-345-4251 به نشانی 17-261 خیابان ونوبن در منطقه ولی.